یکی از راه هایی که علماء سو برای سوق دادن مردم به فسق و ارتداد از اون استفاده می کنن کتمان حقیقت است. خداوند سبحان در قرآن کریم با توجه به اینکه میداند علماء سو حقایقی از دین خدا و حقایقی را از نظام خلقت کتمان می امر به تفقه در دین کرده است برای این که عزیزان تنها راه مقابله با علماء سو تفقه در دین وقتی افراد در دین خدا تفقه کنند انحراف علماء سو خیلی زود برملا می شود از جمله در سوره توبه آیه 122 ملاحظه می فرمایید و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم قایفة لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا علیهم لعلهم یهذرون در این آیه پروردگار منان به اهل ایمان دستور میده همتون برای جهاد با کفار و مشرکین و منافقین رحس پاره نبردهای نظامی نشید در کنار نبردهای نظامی که به جای خود صحیحه و باید انجام بشود، نبرد علمی و فکری و فرهنگی هم لازمه. باید یه عده از اهل ایمان برن، با مجاهدتهای دراز مدت در دین خدا تفقه کنن، معارف و احکام دین خدا رو بیاموزن و وقتی به میان قوم خودشون برگشتن، اون معارف و احکام رو به اونها منتقل کنند و مردم رو از چنگال علماء سوء و دروغین برهانند اما در خصوص کتمان حقیقت به عنوان یکی از سازوکارهایی که علمای سو استفاده می‌کنند برای اینکه مردم رو به فسق و ارتداد سوق بدهند در سوره بقره آیه 159 رو داریم که خداوند سبحان میفرماید ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات بل من بعد ما بینناه للناس فی الكتاب اولائک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنم در صدر آیه اشاره میکند به اینکه علمای سوء حقایق دین خدا حقایق نظام خلقت رو کتمان میکنن خداوند سبحان دلایل روشن پیام هدایت رو به سوی مردم فرستاد به گونه اون رو برای مردم آشکار ساخت که عموم مردم میتونن اون پیام رو درک بکنن و در سرات مستقیم هدایت و رستگاری قرار بگیرن این علما اومدن حقایق دین خدا رو کتمان کردند، حقایق موجود در نظام خلقت رو انکار کردند و به واسطه این استقاق لعن الهی رو پیدا کرد اینها همون کسانی هستند که خدا اونها رو از دایره رحمت واسعه خودش بیرون میبرد و همه لعنت کنندگان عالم از خدا میخوان که یک چنین جرسومه های فسادی رو از دایره رحمت خودش دور بنابراین کتمان حقیقت رو عزیزان در این آیه به سراحت داریم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات ول یکی از ساز و کارهایی که عزیزان علما برای به فسق و ارتداد سوق دادن مردم ازش استفاده میکنند، کتمان حقایق دین خداست در این خصوص روایتی وارد شده عزیزان که هم در تفسیر منصوب به مولانا امام حسن عسکری آمده است هم در احتجاج مرحوم تبرسی هست هم در مساند دیگه موجوده قیل لامیر المؤمنین علی علیه السلام خطاب به مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام عرض شد فمن شر خلق الله بعد ابلیس و فرعون و نمرود از حضرت سوال شد بدترین خلق خدا بعد از ابلیس و فرعون و نمرود و بعد از و بعد المتسمینه به اسماء کو بعد از کسانی که اسمهای خاصی که مال شما بود رو به سرقت بردند و خودشون رو به اون اسماء مسما کردند مثلا کلمه امام خاص ائمه الهدا علیهم صلوات الله بود اونها این کلمه رو به سرقت بردند و خودشون رو به نام امام متسم کردند واژه اول الامر خاص ائمه خدا علیهم صلوات الله بود این اسم رو از اونها به سرقت بردند و بر خودشون این نام رو نهادند و بعد المتسمینه به اسماعکم و به القابکم مثلا آیت الله یا آیت الله العظمه از القاب مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام و اگر کسی به طور حقیقی این لقب رو به خود نسبت بدهد این لقب که خاص ائمه خداست به سرقت برده قصب کرده به خودش نسبت داده است والآخرین لامکنتکم کسانی که جایگاه های خاص ائمه هدا علیهم صلوات الله رو میگیرن و قصب میکنن و تصور میکنن همین که جایگاه اون بزرگواران رو قصب کردن اختیارات اون حضرات رو هم دارن و فی, فی ممالک کم کسانی که زمام امور عباد و بلاد الهی رو بدون اذن الهی در دست می اونچه که حق شماست از شما قصد می کنن. اجازه امر و نهی به شما نمی دهند و خودشون امر و نهی می کنن و امارت مردم رو به عهده می گیرند راوی سوال کرد بعد از ابلیس بعد از فرعون بعد از نمرود و بعد از این افرادی که وصف اونها رو گفتیم چه کسی بدترین خلق خداست مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام خیلی سریح جواب دادن قال العلماء اذا فسد علما و دانشوران دینی وقتی فاسد بشوند در ردیف ابلیس و فرعون و نمرود قرار میگیرند هم المظهرون للعباطیل وقتی عزیزان علما فاسد بشوند اباطیل رو اظهار میکنند عقاید باطله بدعت ها رو اظهار میکنن ال حقائق حقایق دین خدا رو کتمان میکنن برای اینکه سولت و سلطه خودشون رو بر عامه مردم تثبیت بکنن و فیهم قال الله عز و جل خداوند سبحان در حق یک چنین دانشوران و علمایی این آیه رو نازل کرده است اولائک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون اینها کسانی هستند که هم خدا اونها رو لعنت می هم جمیع لعنت کنندگان عالم اونها رو لعنت می مگر کسانی که توبه کنند و برگرد بنابراین یکی از مکانیسم هایی که عزیزان علما سو برای سوق دادن مردم به فسق و ارتداد ازش استفاده می کتمان حقیقت و اظهار باطل این روایت عزیزان در تفسیر منصوب به مولانا امام حسن عسکری علیه السلام صفحه 302 مندرج رفقای اهل علم مراجعه کنند مفصل مطلب رو اونجا ببینند در این برنامه عزیزان فرصت سخن متول و طولانی و گسترده نیست به همین حد اکتفا می کنیم و شما رو به پروردگار منان می سپاریم خدا یار و نگهدار شما